تا حالا این بازشه چی نوشته شده؟ گفته چرا جای مثل تریدینگ ویو دریافت از طریق بیت کوین نداره؟ اینا جای سوال واقعا، چرا همچین کارایی نمیکنن؟ ببین مثلا ویکی‌پدیا اصلا یه روزی که بازار که کرش کرد، اصلا قبلتر که میگفت کلاهبرداری بیت کوین، ویکی‌پدیا میگفت کلاهبرداریه و حتی محتوایی که در این حوزه بوده حذف کرده از تو سایتش، از تو صفحاتش. الان میاد دونیت کردن رو میپذیره و خب اینها هم یواش یواش میرن سمت این. شاید یکی از دلایل مهم این مسئله بحث نقد کردن این و نوسانات زیادشه، که البته براش راه حل هم دیده شده. طرف داره بوگاتی میفروشه روش، لامبورگینی میفروشه، رویز رویز میفروشه، حتی اون فروشگاه جواهر فروشی خیلی معروف دنیا هست، 300 سال سابقه داره اون فروشگاه، حالا اسمش یادم بیاد، تو همون 250 تایی که بهتون گفتم لوکس بازای مربوط به کریپتو بودن، اونا اکسپت میکنن. فقط داستانش اینه که بیت پیو میذارن سر مسیر، میگه تو بیت تو بزن، اتر تو بزن، یا هر ارز دیگه ای که داری بزن به این صرافیه، برای من چنج میکنه، به من پول میده، ولی تو کاری نداری که این داره چی کار میکنه، تو معادلش داری به من بیت میدی، پس با بیتت داری خرید میکنه. ولی اونا به خاطر اینکه ریسک خودشونو فعلا کم بکنن، تبدیلش میکنن به پول فیات. اما خب قاعدتا یه ذره بریم جلوتر، همه اینایی که تا الان منکر این بودن، حالا اومدن در صف اولش وایستادن، دارن دفاع میکنن از کریپتو، مطمئنا بعدا خدمات رو هم میدن. ولی خب ایراد شما کاملا درسته. نمیدونم چرا نمیاد این صفحه زیرش به من یه چیزی رو. آها ببینید، تو BTC اینجا ما استاک داریم، فیوچر داریم، فارکس داریم، CFD داریم. این معاملات CFD آخرین جلسه موضوع خودمونه که خیلی چیز مشتیه. شما بدونی که بیت کوین بخرید، کیف پول بخرید، رو نوسانات قیمت داری شرط میبندی و سرمایه گذاری میکنی و خب خیلی جذابه. خدمتتون عرض شود که یه سری صندوق هم از اینا قابلیت ها دارن استفاده میکنن، مخصوصا جاهایی که خرید بیت کوین جرمه یا اینکه ممنوعیت های قانونی براش وجود داره. کریپتو داریم و ایندکس داریم و اکونومی. من رو کریپتوش که کلیک بکنم، اولیش میاد بیت پی، بیت بی، حالا این بیت بی هست. من روی این که بزنم وارد صفحه میشم که حالا مربوط به قیمت بیت بی هست و از اینجا میتونم حتی ترید بکنم اگر روم صرافی اکانت دارم، و این اگر بیارم پایین مارکت هم میتونم اینجا یه نگاهی بهش بندازم. یادتون هست دیگه تو مارکت چی میگفتیم؟ تحلیل تکنیکال بود که به ما یه سری ابزار میداد دیگه، خاطرتون هست؟ حالا بازار داره، بله بله، بازار داره یه ذره یه تکون تکونایی میخوره رو بیت. میبینید این شاخص اساس، اینا اسکرول کنیم بیاد پایین، اینجا میبینید کلی اینا رو گذاشته کنار هم دیگه، داره به ما چی میده؟ یه سیگنالی نسبتا خوبی برای خرید روی بیت کوین. و از اینجا هم که خب میدونه دیگه، رو چارتش هم اینجا من کلیک بکنم، من رو وارد صفحه مربوط به تحلیل تکنیکالش میکنه. کلی ابزار اینجا ها قرار داره که این ابزارا به من کمک میکنه تا بتونم از این قابلیت استفاده کنم. اومدیم اینجا که این بکتست استراتژی رو ببینیم، رفتیم اکانت مثلا خریدیم و سطح خودمون رو بردیم بالا تا بتونیم استراتژیمون رو یه بکتست بزنیم. ببین شاید الان بهش نیاز نداشته باشیم ماها، اما در آینده نزدیک این اتفاق برامون خواهد افتاد و برامون مهمه که بتونیم استراتژیامون رو تست کنیم، حتی استراتژی بخریم از توی بازار و بتونیم ازش بهره مند شیم. ببینید این بغل هم یه خدمتتون ارشاد داره، یه نکته اینجا داره، گفتم اینو فکر میکنم قبلا، دی او ام که عمق بازار میشه، این اوردر پنلمونه که به ما کمک میکنه که بیاید اینجا نگاه کنید. یه سری اگر من توی بیت بی اکانت داشته باشم، اینجا کانکت که بزنم وصل میشم به اون صرافی، نام کاربری اینا رو میخواد دیگه، وصل میشم به اون،
بعد به من امکان معاملات کاغذی میده. یعنی چی؟ یعنی من میخوام رو کاغذ بخرم بفروشم، میخوام استراتژی رو به غیر از اینکه بک تست زدن تمرینی بنویسم، اینجا نقطه خوبی برای خرید، نقطه خوبی برای ورود، بیام رو کاغذ یه بار این مسابقه رو تمرینش بکنم، ببینم چقدر گیم میده که از طریق این کانکت اینجا محقق میشه. و اگر به دنبال موسم رو دنبال کنید، اگر به دنبال بک تست استراتژی هستین، این استراتژی تستر رو که میبینید روش کلیک بکنید، بعد بیاین سمت راست به این موس من کجاست داره میاد پایین، اینجا بک تست استراتژی، بعد میام سمت راست صفحه رو بزرگ میکنم و حالا مثلا من اینجا یه استاتستیک سلو استراتژی رو ست کرده بودم، مثلا میتونیم مکتیر هم بذاریم و ببینیم که مثلا با اون مدلی که ست کردیم چقدر پرافیت داشتیم و یه چیزی مثلا 49,000 تا پرافیتمون شد تو اون استراتژی که ست شده. و اینجا پرفورمنس سامری رو ببینیم و مثلا میزان تریدی که با این الگو انجام میشده رو ببینیم که به چه صورتی هستش. پس به همین سادگی تونستیم یه اکانت بخریم، بریم تو تریدینگ ویو، بستیم به صرافی خودمون، معاملاتمون رو کاغذی انجام بدیم، ببینیم که مثلا چه جوری جواب میده یا نه، و در این زیر هم استراتژی های خودمون رو برای این موضوع تعریف کنیم. خیلی هم این کار ساده انجام میشه، روش نوت میتونیم بزنیم و کلی هم ابزارهای تحلیل تکنیکال اینجا قرار گرفته. سوالی هست؟ بله بله، مکتی رو میگم، یه مقداری میخوام که یه ذره بریم جلوتر، برمیگردیم براتون مکتی رو میگم. خیلی کار سختی نیست، همون استراتژی میگی درگ اند دراپ میندازی، ولی براتون توضیح میدم عملیاتی ببینید چیه. خیلی نگرانش نباشید، ما حالا کار داریم با این سایت. خب از محتوای کلاس بخوایم بریم جلو، بحث اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران معامله گران بود، اینکه از منابع نامعتبر. ببینید قیمت، حالا شما سوال پرسیدین همینجا من جواب بدم آقای حاجیان، یعنی اینکه ما قیمت بیت کوین رو در تمام صرافی ها متفاوت می‌بینیم، یعنی یک جا قیمت یکسان نداره. حالا منی که توی ایران دارم کار میکنم، بعد بیام ببینم که مثلا دیگه همه این استراتژی روی صرافی های معتبر میان ست میکنن، مگر اینکه شما توی یکی از این صرافی ها اکانت داشته باشی و بخوای رو همون، چون با قیمت همون هم داری میخری میفروشی، ولی اگه قرار باشه تو ایران بخری حتما باید بری رو صرافی خیلی معتبر، اونایی که دی او ام دیپ آف مارکتشون بزرگه، عمق بازارشون زیاد هست به عنوان نمونه انتخاب بکنی، و بیت پی به عنوان یکی از این موارد هست و مثلا اوکی اکسچنج حالا لیستاش هم هست، میتونیم سر فرصت با هم یه نگاهی بهش بندازیم که انواع صرافی ها رو میتونید ببینید. اما بدونیم این اختلاف خیلی توی استراتژی، خیلی توی استراتژی معاملاتی دیلی تریدر کاملا تاثیر گذاره. شما اگر دیلی تریدری باشی با صرافی ایرانی نمیتونی کار بکنی، با صرافی ایرانی امکان نداره کار بتونی کار کنی، چون گیر میافتی هر روز به لحظه که نمیتونی با اون قیمت مثلا قیمت کوین مارکت کپ رو ببینی، بعد بخوای تو صرافی ایرانی خرید کنی، خب امکان پذیر نیست. پس دیلی تریدر ها کسایی که میخوان تو بازارهای روزانه و ساعتی و دقیقه‌ای خرید بکنن حتما باید یه صرافی خارجی پیدا کنن. پس اگر با هر کی کار کردن همون اینجا وصلش میکنن تو تریدینگ ویو ازش استفاده میکنن. اما اگر بخوای به صورت اینوستمنتی بهش نگاه کنی، دیلی تریدر نباشی و هودل کنی به قول بچه های کریپتو، باید با هر کدوم کار کنی اوکی، ترجیحاً مثلا توی صرافی های بزرگ مثل بایننس اینا رو پیدا کنی، این تو که قیمتش به اون قیمت، چون اینا خودشون هم خط میدن به بازار دیگه، نزدیکتره از اونها استفاده شد. اشتباهات، اگه سوالی هست بفرمایید. همه دوستان در تا اینجای مطالب و جلسات گذشته و هر چیزی که به ذهنشون میرسه اگر سوالی وجود داره بفرماین، من پاسخ بدم
بریم جلو. میدونم حجم مطالب این دوره خیلی بیشتر از دفعه قبله. حالا الان بازم تو دل کار، یعنی داریم این کدوم گرم میکنیم، اما بهتره که چیزی باز نمونه. دوستمون مهیار داره یادداشت میکنه، من همزمان که ایشون داره یادداشت میکنه یه نگاهی بندازم به این. بله، بایننستون هم میتونید بس کنید، صرافیه که داره رو همه رو میتونید بس بکنید، نام کاربریتون رو بگید. فقط حواستون باشه حتی اگر با تریدینگ ویو که به آی پی ایران حساس نیست بخوای بایننست رو بس کنی و اونجوری کار بکنی، احتمالا باید فیلتر شکنت رو فعال بکنی، چون اجازه نمیده لاگین کنی تو پلتفرم چیزت صرافی. ولی خب ریسک داره دیگه، اصلا هر کاری که با این صرافی اینجوری انجام بدی مقداری خطرناک هست. اشتباهات رای اگر نکته دیگه هست دوستان بنویسن. موضوع همینطوری نمیخوایم مطرح کنیم، بریم جلو. VPN با IP ثابت نیاز هست؟ بله، اگر VPNی با IP ثابت داریم اوکی. فقط آیه باقری یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، شما با همین VPNی که دارین، دوستان دیگه هم حتما به این سوال های مهندس گوش بکنن، دقت بکنن لطفا. میفرمایم که اگر با VPN ثابت، با VPNی که IP ثابت داشته باشه واسشین مثلا مشکلی هست یا نه. ببینید شما با همون VPNی که میفرمان وصلشین به یکی از مثلا گوگل ادسنس رو بخواین روی ازش استفاده کنید، ببینید یه صفحه براتون باز میشه، میگه شما توی زونی دارین مثلا زندگی میکنید یا از یک زونی به من وصل شدی که توی اون لیست گوگل هست، خدمات مالی گوگل هست. چجوری متوجه میشه وقتی که من با وی پی ان میزنم بازم داره میفهمه، حتی وی پی ان آی پی ثابت. ببینید VPN کامل هویت شما رو پوشش نمیده. VPN کاملا هویت شما رو پوشش نمیدهد. به خاطر همینه که لازمه از یه سرور خارجی مثل VPS هایی که توی کشورهای مختلف استفاده شه که ریسک خودتون رو کم بکنید. اگر تا الان به مشکلی نخوردید، دلیل بر این نیستش که فردا هم به همین مشکل نخوردید، یه مشکل بزرگتر برخورد نکنید. دوستان من صبر دارم میکنم، دارن یادداشت میکنن. خیلی بهتر بود که میکروفوناشون رو باز میکردیم، ولی خب بایننس هم با وی پی اس جرمنی مشکل پیدا کرده. بله تقریبا 2 ماهی هست. ببینید بالاخره اینا سایت های علکی که نیستن، طرف در روز شما که بانک های داخلی ایران رو ببینید، یک روز محض رضای خدا نیستش که بهشون اتک نشه. دوستان بانکی الان تو این گروه هم حضور دارن دیگه، میتونن